شب همگی بخیر. تحلیل اخبار 11 اسفند ماه 1399 شروع میکنیم. مثقال به غیر از این پیج هیچ پیج دیگه ای نداره، مراقب باشین فریب پیج های دیگر رو نخورید. مثقال فقط قیمت میده، مثقال نمیگه بخر یا نخر، نمیگه بفروش یا نفروش، مثقال نمی نویسه، مثقال فقط قیمت میده. اگر قراره صحبت کنه من صحبت میکنم، فریب پیجایی که به نام مثقال میان تایپ میکنند نخورید. و در مورد تبلیغات هم هر شب میگم مراقب باشید، تبلیغاتی که ما تو مثقال میزنیم هیچ شناختی نداریم. حضوری تشریف ببرید، یه بلد با خودتون ببرید، تحقیقاتتون رو کامل کامل بکنید. ما فقط تو چارچوبمون باشه بی تحقیق قبول میکنیم، دستمون به جایی بند نیست. نمیتونیم بریم حضوری مثل شما، بخوایم حضوری بریم سپاه واسمون تله میذاره میگیره میبردمون. شما حالا حضوری میتونید تشریف ببرید معامله کنید. خب و مسئله بعدی که بعضی از دوستان تذکر داده بودن حالا توضیح بدم. قبلا لایف ساعت 11 11 و نیم بود، بعضی از اون گفتن زود بذار، الان زود گذاشتم. دوباره بعضی از عزیزان میگن دیر بذار. حالا اون کسی که دیر میخواد، خب تو آی جی تی وی هست، تو عیار 24 هم هست میتونه ببینه. اون کسی که 11 نمیتونست ببینه، میخواست بخوابه یا خوابش میبرد، حالا 8 میبینه. اون کسی که 11 میخواست ببینه از تو آی جی تی وی میبینه. پس فعلا رو همین روال با اجازهتون میریم جلو تا اینکه امیدوارم همه راضی باشن. تعداد یوزر آنلاین مسلما خیلی کمتره تا اون موقع. اون موقع که شب بود 700 800 تا 1000 نفر آنلاین میشدن، بعضی وقتا 1100 تا. الان که میبینید 200 نفرید. مثلا دیشب پرشب نگاه میکردم 300 350 نهایت 400 نفر بود، حدودا یه سوم شده. ولی من وقتی میبینم حدود همون حدودی که دیده میشد همون حدود دیده میشه. آنلاین کمترن ولی خب بقیه میان در طول روز یا شب میبینن. در صورت عذرخواهی میکنم، اینطوری به نظرم منطقی تره که کسایی که حالا بعد میخوان ببینن بعد میتونن ببینن دیگه. حالا بریم سراغ اخبار. سهمیه بندی روغن در تهران دیگه، روغنتون هم سهمیه بندی شد. هشدار ظریف به اروپا و آمریکا. کلا ببینید مسئله هشدار مسئله قشنگی نیست. یعنی من خودم کسی بهم هشدار بده اصلا باش خدافظ برو بس به زندگی دیگه. اصلا تمام دعوایی که ما با وزارت داشتیم یا با سپاه الان داریم سر اینکه خط و نشون میکشن، تهدید. من اصلا بودم تهدید میکنه حرف نمیزنم تا اصلا حرف محبت نباشه، اصلا جلو نمیرم. آدمو میتونی با محبت گولش بزنی از بلای به سرش بیاری، ولی با آقا با تهدید طرف باید خیلی زبون باشه که با تهدید به حرف تو گوش کنه. بعد تو هم خیلی باید زبون باشی. چون یه نکته رو بهتون بگم، کسی که تهدید میکنه هیچی تو چنته نداره. من تمام اینایی که توی این چند سال تهدیدم کردن، حالا کسانی که نگران میشن میگم ببین اگه کاری از دستش برمیومد انجام میداد، چون کاری از دستش بر نمیاد تهدید کنه. اگه یکی بخواد بیاد منو بکشه که نمیگه من میام تو رو میکشم، خب من حواسمو جمع میکنم. کسی که میخواد بیاد منو بکشه هیچی نمیگه، یه دفعه یه جور یه گوشه گیرم میاره. پس کسی که تهدید میکنه چیزی تو چنده نداره و ببخشید بی شعورم هست و نفهمم هست. آقا تو که کاری از دستت بر نمیاد تهدید، مثلا دیدی من سپاه و وزارت اطلاعات تهدید، نه آقا از کاری از دستم بر نمیاد، چی تهدیدشون کنم؟ و بعد اصلا واسه چی تهدید کنم؟ آقا اونم یه آدمه، اونم یه انسان، حالا گول خورده، حالا فریب خورده، حالا من تهدیدش کنم که چی بشه؟ باید تلاش کنم اونم بیارم تو جمع خودمون دورم کیف کنیم با هم دیگه. حالا آدمی که تهدید میکنه دیگه خیلی جای ظریف تهدید کرده اروپا و آمریکا. حالا بدیش هم اینه که پای ایران نوشته میشه. یعنی ببینید همه جای دنیا ممکن تهدید کنن، ولی آقا ما نباید تهدید کنیم، ما نباید تهدید کنیم. ما باید انقدر هیبت داشته باشیم، انقدر چه میدونم طرف اصلا دلش اصلا نخواد که نتونه که این کاری بکنه که من اذیت کنه، نه اینکه چه میدونم چی بابا اصلا گفتن نداره. همه رسانه‌هاش هشدار زدن، خیلی هنر کرده هشدار. به چی شد هشدار داد؟ آخرش چی شد؟ آخرش هم شما هشدارم دادید دیگه ظریف گنده‌تره. رهبر هشدار که هیچی، چقدر خطونشون کشید شما برجامو پاره کنین ما آتیش میزنیم. حالا التماس میکنه کفش اروپا رو لیست میزنن هر روز که تو رو خدا بیاید واسطه میفرسته. یه رو میرن چین، یه رو میرن اروپا، یه رو میرن روسیه که تو رو خدا این برجام آقا
ظالمانه بیچاره شدیم با تو که تا حالا طوری نه تا دو سال پیش که برجام اصلا مشکلی نداشت، چی شد هشدار میدی بابتش؟ خب نه ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا، اینم خبره دیگه. من نمیفهمم، میگی نره بعد میگی بدوش، آخه تو دولت ژاپن اعلام کرد که آقای آقایی که اسمشو بخونم قطعا اشتباه میخونم چون ژاپنیه، حالا ماکیکو یا مادا، امیدوارم درست خونده باشم، سخنگوی نخست وزیر به دلیل حضور در کنار برخی مقامات دیگر در مراسم شام گران قیمت پسرش استعفا داد. چقدر اینا باشن، چقدر اینا مؤدبه، خدا را قبول ندارن ها، بدونید ماها که خدا را قبول داریم ببینید چطوری هستیم، سر هم کلا میذاریم مال همو میخوریم، اینا خدا را هم قبول ندارن. من یه دوستی داشتم 18 سال ژاپن زندگی میکرد، میگفت تو خیابون داری میای میخوری بهش، اصلا پهن زمین میشه، بلند میشه تو کمر خم میشه، عذرخواهی میکنه، تقصیر تو بوده، اون عذرخواهی میکنه، میگفت دارن شرمنده میکنن، اینقدر مؤدبند. آدم باید یاد بگیره ازشون، یعنی نگاه کن رفته تو مهمونی پسرش که شام گرون قیمت بوده استعفا داده، حالا کلا سر سفره شما هیچی نیست، همشو خوردند. استعفا که هیچی، بکشیش هم نمیره، یعنی با تفنگ میاد جلوت وای میسه دیگه. من نمیفهمم چی میخوای دیگه، دنبال چی میگه، آخه تش در اومد، این دیگ کفش هم کندی بردی دیگه، اصلا هیچی نیست. چقدر تفاوت بین انسان به انسان، چقدر تفاوت بین تمدن تا تمدن. جدی یکی از آرزوهای من که بتونم برم ژاپن با ژاپنیا زندگی کنم، اینقدر اینا متمدنند، اینقدر آخوند بی شخصیت و بی فرهنگ. هزار بار گفتیم مثلا آقا این بلاها که اینا میارن، هواپیما رو زدن، شما فکر میکنید اگر هواپیما رو یکی به اشتباه، به گفته خودشون به اشتباه که عمدی زد، به اشتباه هواپیما رو یه جا میزدن طرف اصلا دیگه نمیدیدیش، خودشو پود میکرد، درست نشست ازت به توضیح و نه اصلا فیلم ساختن که اگه نمیزد 1,000,000 نفر میمردن. و بعد چی شد؟ کو دادگاه؟ دادگاهش کجا؟ کی بود؟ کجا بود؟ اگر یه همچین اتفاقی تو ژاپن میافتاد 6 نفر هاراگیری میکردند، 180 نفر کشته شده، یه سرشم خارجی بود، اصلا حیثیتمون تو دنیا رفت. دیدید 70-80 از خودشونو کشتند. چقدر ببینید چقدر پول میدوزن، زمانی که انقدر میلیارد انقدر میلیارد انقدر میلیارد میدوزن میبرن اروپا، اندکی شرف و غیرت در وجود مسئولی بود استعفا میدادن، رئیس بانک مرکزی استعفا میداد وظیفه، وقتی دلار رو 3 سال نمیتونه نگه داره، اون موقعی که دلار رفت 20 19 اومد پایین دوباره شد 20، اینا گفت آرزو بر جوانان عیب نیست، اندکی غیرت داشت استفاده داده بود. ولی اینا ولکن نیستن، چون اون اومده خدمت کنه. یه مسئله ژاپنی هم هست دیگه، باشه یه ایرانی به ژاپنی میرسه، به ژاپنی میگه که شما 15%تون آیکیو بالا داره، 85% آیکیو پایین، ولی تو ایران ما 85% آیکیو بالا داریم، 15% آیکیو پایین، پس چطور شما انقدر پیشرفت است؟ گفت توی مملکت من و شما اون 15% داره حکومت میکنه، چون تو مملکت ما احمق ترین آدما حکومت میکنن، ولی چون حکومت نمیکنه، اومده استبداد، اومده مال بخوره، اومده بدزده، اون میاد خدمت کنه، وقتی نمیتونه میره. پررو نیست، بچه پررو هن اینا، رئیس بانک مرکزی هر روز میاد بیشتر دلیل میاره، 3 ساله نمیتونه بازار رو نگه داره. یا اون وزیر اقتصاد ملت و فرستاد تو بورس به آتیش کشید، ژاپنی بود 300 بار هاراگیری کرده بود، استعفا اصلا تو ذاتشون نیست، مگه میشه صندلی رو من ول کنم برم؟ هرگز، تازه به دستش آوردن. آدم کیف میکنه از این ژاپنیا به خدا. ای کاش به گفته اون آخونده آقا ما رو دزدیده بودن، پدر بزرگمون رو برده بودن ژاپن کارگری میکرد، نمیدونم آدم اونجا برده باشه، شرف داره تو ایران شهروند باشه. باور کنید چی هن اینا رو سرمون سواره. آمریکا در مداخله، خلاصه چین به آمریکا گفته تو هنگ کنگ مداخله نکن قربونت، هنگ کنگ یادتونه، هنگ کنگ و چین ریخت عین ترا، عین ایران،
چین از ایران هم بدتره، با توپ و تانک ریخت کشت و رفت. هنگ کنگی هم دیدید خیابون سیاه بود، مثل ما نبود که حالا بعضیا بیان. اونا اومدن ولی خب چین هم ریخت، ولی از آمریکا حساب برد، از ترامپ حساب، موقع ترامپ بود از ترامپ حساب بود، یه ذره عقب نشست، هنگ کنگ یه ذره نفس کشید. الان داره به بایدن میگه هو دارم میرم هنگ کنگ رو درو کنم هیس. اینم اثر بعدیش، یعنی به هنگ کنگ هم باید بگیم. هنگ کنگی هم اگه یادتون باشه اون موقعی که رای گیری واسه ترامپ بود و اینا خیلی خوش سر خودشون میزدن، ترامپ هر چی خوب نبود برای هنگ کنگی ها خوب بود. حالا واسه حالا فعلا نوبت هنگ کنگه و حالا چین خط و نشون کشه واسه آمریکا، دخالت حق نداره بکنه. من هنگ کنگ من میخوام برم تازه درو کنم. ایران هم که مفت گرفته دیگه، اصلا احتیاج به درو نداره، ایران کلا مال خودشه، کم کم سندش هم میزنن، کم کم مجبوری یکیه چسب بزنید اینجاتون وگرنه تو خیابون میگیرنتون به جرم ایرانی بودن. از الان هم یاد بگیرید دیگه زبان، از بچهاتون رو بذاری چینی یاد بگیرن، یا بری زبان چینی یاد بگیرین، فردا معلم چینی گرون میشه تو ایران، جدی میگم. دلار هم نمیخواد دیگه، فقط ین ژاپن، اصلا تومن هم نگران ندارید، کلا واسه آینده بچهاتون روی ین ژاپن سرمایه گذاری کنید. بچه بعد میخواد ازدواج کنه، دقیقا با چینگ منگ مونگ در چین باید بره ازدواج کنه، تازه اگه بهش بدن، تازه نگن شما نژاد پستید ما با شما ازدواج نکن. باور کنید آخون این بلا رو به سرمون آورده. چی بودیم چی شدیم، تازه چی قراره بشیم، هنو نشدیم اون چیزی که باید بشیم. سب کنید اظهار تأسف کاخ سفید از پاسخ منفی ایران برای مذاکره مستقیم با آمریکا. قطعا شما خیلی ناراحت شده، این ترامپ هم خیلی ناراحت شد، ترامپ هم دو دقیقه من منتظرم اصلا ایران هم یعنی با مذاکره، قطعا هم میدونه اون نمیاد، بازی دیگه، دقیقا بازی. از این تعارف ها دیدین تعارف میزنی میدونی یارو نمیاد، یه وقت هم دیدی اومد و من آخوند شعور نداره، وگرنه یکی از این تعارف ها رو میگرف شهر رو میخوابون، ولی آخه نوکر اونه، یعنی یاد گاوبندی کردن، میگه یه وقت تو اصرار کن من میگم نه، یه وقت من اصرار میکنم تو بگو نه. بالاخره نفت رو باید بدیم چین، بدیم روسیه، اروپا احتیاج داره، بالاخره منطقه رو باید به هم بریزیم. حالا ببینیم جریم جلو ببینیم چی میشه. اتحادیه اروپا اجرای کامل برجام به زمان نیاز دارد. یادتونه هنوز ترامپ نیامده بود، نرفته بود، اینا همه چیز رو آویزون کرده بودن، تموم شد دیگه، الان پولا داره میاد، الان حسن روحانی یه امضاست، یه امضاست، اصلا امضا میکنه تموم میشه، اصلا کاری نداره بیر. این اروپا، تازه این اروپا مهربون است که میخواد حتما این کار انجام بشه، احتیاج به زمان داره. برگردید دو سه ماه پیش، سه چهار ماه پیش، ببینید که دقیقا حسن جون چی میگفت. حسن جون برای چیزی نیست، این اصلا مشکلی نیست، همین الان ترامپ نرفته بایدن امضا کن، امضا میکنی تموم میشه دیگه. دی حسن جون کار داره، خودت هم میدونستی کار داره، ملت رو مسخره خودت کردی، دلار رو یه چند بار بین 20 و 30 ببری و بیاری کیف کنی. بسی بار تو حسن گدا، بسی بار تو آخونده بدبخت، یه روزه میخوندی 2000 میذاشتن کف دستت، برو ببین چی شدی اصلا خوشگل. الان میرسیم به قسمت خوشگلش. به خدا اینا دیوانن، یعنی از این به بعد شب به شب یه قسمت جوک داریم، جوک آخوندی. امشب هم جوکمون هست مثل جوک های دیشب. خب اصابت دو موشک به پایگاه عین الاسد آمریکا در استان نمیدونم چی الانبار، اگه اشتباه نکنم بفرمایید. اینم با بایدن جون هم ولکن نیستن، هی میزنه آقا این توند پایگاه دیگه چیزی موند؟ اون دفعه که پایگاه رو زدید این همه، بعد همون دفعه گفتن پایگاه رو خالی کرد، من نمیدونم کجا میزنی اصلا. بالاخره حالا داره میزنه دیگه، یعنی این از اینا کی داره میزنه؟ ایران داره میزنه دیگه، من نمیدونم داره میزنه، بعدم میگه بیاین آشتی کنید، ما آدمای خیلی صلح طلبی هستیم و تو منطقه هم اصلا دخالت میکنیم. بازم آره خودش گفت دخالت که میکنم ایش، بازم دخالت میکنم، اصلا کارم دخالت، اصلا اومدم تو دخالت کنم. خب فقط میتونم بگم متاسفم. گوشت قرمز چک 3 ماهه، واقعا میتونم فقط بگم متاسفم. یعنی کارمند میخواد بره گوشت بخره، بهش میگه بلنش بیا با چک 3 ماهه بخری. یعنی این نشون از دو تا اوضاع بد داره، یکی قصاب کارش نمیچرخه، قصاب کارش نمیچرخه، آقا گوشت میره بفروشه کسی نیست گوشت بخره، حالا میگه بیا آقا با چک 3 ماهه ببر، دیگه چیکار کنم؟
این از اسبابه. اونم یعنی ببین پول نداره گوشت بخره، یعنی میخواد گوشت بخره باش غذا بخوره. غذا آقا هر آدمی حق داره غذا بخوره، هر آدمی حق داره گوشت بخوره. حالا میتونه نخوره، یکی گوشتخوار نمیخواد گیاه بخوره، ولی باید بتونه انتخاب کنه که فکر کنم گیاهخواری گرونتر هم هست، حالا کاری ندارم. ولی طرف میخواد غذا بخوره با چک 3 ماهه. قبلا ماشین میخریدن با چک، خونه میخریدن با چک، الان غذا تو با چک باید بخری. این از آخوند. من وقتی سال 97 و 98 هرس میخوردم اینجا رو میدیدم، تازه اولشه، روشونم زیاده. ما معذرت میخوایم از مردم عزیز. خب تو معذرت میخوای از مردم عزیز، پوست مردم عزیز رو کندی تو که طورت نیست. یه وقتی من میگم معذرت میخوام از ملت عزیز که خودم هم تو بدبختی باشم و بعد حالا یک کورسوی باشه به یک نقطه مثبت. هیچ کورسو خب تو معذرت بخوای که چی توش، حالا خودت که روز به روز گنده تر میشید، به شما که چیزی کم نمیاد، مال مردم رو خوردید و بردید و همچنان هم دارید میبرید، ملت هم روز به روز چی دیگه برن گوشتشون رو برن قصی بخرن، نخود لوبیاتون هم کم کم با عدس و خلاصه برنج و میوه هم کم کم مثلا بتون سبز شب عید و ماهی شب، یعنی سارکوزی به 2 سال زندان یا 3 سال فکر کنم 3 سال زندان محکوم شد، رئیس جمهور قبلی فرانسه بود. میبینید بری نگاه کنی به اندازه یه رئیس یه بانک ملی اختلاس نکرده، باور کنید بری نگاه کنی این اندازه یکی از این اعضای مجلس دزدی نکرده، بری نگاه کنی اندازه یه دونه از این آدمایی که تو دولتن یکی از این فرمانده های سپاه دزدی نکرده، باور کنید. ولی میره زندان. حسن روحانی حالا خورد و برده، کی بهش میتونه چیزی بگه؟ داداشش نصف مملکت رو خورد برد، اون رهبر کبیر انقلاب پسرش کلن مملکت رو خورد، کی جرأت داره بگه؟ اصلا کسی جرأت، اسم اینو کسی نمیبره، اسم اینو کسی داخل نمیبره، انگار اصلا وجود نداره. داخل کیو دیدی جرأت کنه در موردش حرف بزنه؟ ایش یا طول سگ رهبره کسی من میتونه حرف بزنه؟ کره خر هم میشه دماش حرف زد، خر بزرگ بچه کره خر هم نمیشه حرف زد، ساکت هیست، بذار ببره بخوره، اینا اومدن بخورند. کسی جرأت صحبتشو نداره، اصلا هیچی نگو. خود حسن قهوه‌ای گفته گندی زدیم هیچی نگید. طرف دزدیده، یکی گفته، اون که دزدیده 2 سال، اون که گفته 3 سال زندان زدن. میدوزیم نگو. اون که گفت قالیباف دزدیده رو میخواد انداختن زندان، قالیباف هم در آنر انجا را میره، رئیس هم شده واسه ما. اینجوری مملکته. ببین اروپا افتضاح، ولی نگاه کن رئیس جمهورش دزدی میکنه 3 سال به زندان میدن، اونم قطعا به اندازه ناخون کوچیکه شما ندوزیده، شما اومدید اصلا بدوزدید. اگه ندوزدید نمیدوزدید چطور اینقدر میتونبید؟ بعد چرا مملکت اینقدر بدبخ میشد؟ هزار بار گفتم مملکت بابت تحریم بدبخ نشده، مملکت از دزدی و بیمدیریتی به این نکبت کشیده. همین مملکت رو جلو دزدیشو بگیر، یه مدیر بذار ببین می مثل چی میره بالا. امان از آدمی که دلش نسوزه به حال کسی، این شکمش هم پر نشه، این آخون لامصب شکم پر نمیشه که این شکم. یکی از مسئولین در اومده گفته که مرغ و مردم احتکار خانگی نکنن. اصلا ببین مردم پول دارن مرغ بخرن؟ آقا وقتی گوشت رو با چک میدن طرف پول داره، ببین چند درصد میتونه مرغ، اصلا مرغ رو میخواد احتکار کنه، بیخشونش بگه چند تا مرغ جا میشه؟ یکی میشه بگه آقا یخچال فریزه فریز باد بذاره تو فریزه، فریزه چند تا مرغ مگه تو جا میشه؟ مگه سیمانه که بره احتکار کنه؟ مگه چه میدونم ماشینه که بذاره کنار پارکینگش یا بره بذاره تو انبارش؟ آخه مرغ آدم کجا میره میذاره آخه احتکار؟ چند تا رفت 5 تا مرغ برفرض، اونی که تونسته بگو اصلا 10 تا، اون که تونسته که میخوام بگم تو این کشور 60% نمیتونن همونشان بخرن. خبر اومده بود مرغ تیکه‌ای میفروشن، اصلا کسی نمیتونه یه دونهشو بخره، طرف میره یه تیکه مرغ میخره، بعد در اومد دیگه مرغو احتکار نکنید. من بعدم شما عالی هستید. بعدا یه مثلا به من میگن وطن فروشی که دیرو کامنت و آقا یه قربونت برم الهی من فدات بشم، به من بگو آقا من کدوم تیکه این وطن رو فروختم، یه تیکه یه چیزیه که واسه من توضیح بده من چی چیه وطن رو فروختم، میشه بگی؟
من از این وطن دانشگاهشم نتونستم برم. من تازه هر چی داشتم گذاشتم تو وطن اومدم. من چند هزار تا سکه‌مو تو همین وطن گذاشتم اومدم. من چی میشه بگید من چی با خودم از وطن آوردم؟ که من کجاشو فروختم؟ کدوم تیکشو فروختم؟ کدوم تیکش مال من بود که فروختم؟ وطن فروش مال کسیه که یه تیکه ای از وطن، بله، کتلت سلیمانی وطن فروش بود، پولای وطن رو دیدید گر رو گر رفتت بهشت و شبی. من اون میشه وطن فروش، وطن فروخته. چیه وطن تحویل من بوده که فروختم؟ یکی میشه بگه آخوند وطن فروشه، یه چیزی تحویلشو میفروشه. آقا من چیه این وطن؟ یکی بهایی میگن بهایی جاسوس. آقا بهایی غیر از تعداد ماشینا تو خیابون چیو میتونه تعدادشو بگه؟ کجا چی کار است؟ آخه جاسوس باید یه سپاهی باشه، یه مدیر یه اداره باشه، اطلاعاتی داشته باشه. من بهایی چه اطلاعاتی دارم که هر بچه تو خیابون نداره؟ هیچ. من چی دستمه که بدزدم؟ من مال خودم هم نتونستم بخورم، مال منم بردید. کدوم تیکه این وطن دست من بوده بیا بگو که بفروشم؟ من مال خودم هم کمپلت آخون خود رفت نوش جونش. آقا هیچ مشکل نیست، گشنه بود، احتیاج داشت، گرسنن اینا بدبختن، میگفت خودم بهش میدادم، حالا گرفت نوش جونش، اصلا هیچ مشکل نیست. ولی آخه من کدوم تیکه وطن دستم بوده که بفروشم؟ میشه بگی؟ چون میدزدی میگم میسوزی، فقط همینه. وگرنه نه، ببین صفت بگو. من ببین وقتی میگم حسن قهوه‌ای علتشو دارم میگم. ببین یک کلمه که میگم یک ساعت حرف میزنم. بنویس تو این تیکه مثلا وطن فروختی مثلا به ژاپن، به چین، به اسرائیل، به سوریه، به روسیه، به کی فروختم؟ من وطن رو به کی فروختم؟ چند فروختم؟ چی چیشو فروختم؟ من مال خودم رو نمیتونم بفروشم. ای خدا، بغدادم دوباره شلوغ شده بر علیه هشت و شبی. دم عراقی ها گرم، به خدا دم عراقی ها گرم. اون دفعه کتر سلیمانی نرفته بود شاید یه به این نتیجه رسیده بودن، نمیدونم. به قضا قدر اعتقاد داری؟ به خدا اعتقاد داری؟ به کارما اعتقاد داری؟ به زئوس اعتقاد داری؟ به زیرزمین اعتقاد داری؟ نمیدونم. آه این عراقی ها این کتلت رو گرفت تو همون جایی که، همون جایی که رفت ملت رو کشت و کشتار کرد، همون جا آهشون گرفت تیکه تیکه شد. به قول ترامپ این سگ مرد که حیف سگ. ای کاش میموند انسان میمرد، نه این حیوان میمرد. اونم چرا میگم حیوانه؟ چون آقا هست حرفاشون هست، من نمیگم. اون رفت که اسد رو نگه داره. اصلا اسمش چیه؟ داعشی به جایی نبود. انقدر فشار آورد تا داعش قابل تولید شد، تموم شد. اگر اونجا کاری نداشت اینا اسد رو کشیده بودن پایین. ولی سال 90 من یادمه، سال 90 میگفتن که اسد بره جمهوری اسلامی رفته، میگفتن. آقا اسد هم میرفت جمهوری اسلامی نمیرفت و نخواهد رفت. در صورت امیدوارم خدا بیامرزش. دخترش که آمرزیده شد، پسرش که دیگه خیلی آمرزیده شد، تای آمرزیده شد و من خبر دارم، شما هم دارید. خب پیشنویس قطعنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ضرورت همکاری کامل ایران در اجرای توافقنامه پادمان تأکید می‌کند و از ایران می‌خواهد بدون هیچ گونه تأخیری به خواسته های آژانس در مورد توافق پادمان پاسخ دهد. این پیشنویس اضافه می‌کند بدون اجرای پروتکل الحاقی نمی‌توانیم صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تایید کنیم. آقا صلح‌آمیز نیست. من از اینجا دارم میگم آخون تو یه تیکه صلح‌آمیز توش پیدا کن. تو یه تیکه یه صلح‌آمیز تو آخون پیدا کردی، من بیام اصلا کلن مال تو میشم. اصلا هر کی پیدا کرد بگو این تیکه یه آخون صلح‌آمیزه. آخون هیچ جای صلح‌آمیز نیست. اسلام ایرانو صلح‌آمیز گرفت؟ نه، با شمشیر گرفت، با یخ و ترشی گرفت. مسلمون میشی یا همینجا به تجاوز میکنم، مالت هم میخورم، سرت هم میبرم. الان برخوردش با مخالفانشون صلح‌آمیزه؟ نه، میکشند، تجاوز میکنن، فوش میدن، زندان میکنن، دهنشو گیر میگیرن. این از این. بیا به خداش یه کلمه بگو، به پیغمبرش یه کلمه بگو، به امامش، به امام تقلبیش یه کلمه بگو. آقا 12 امام بوده قبول، اون بقیهش دیگه از کجا در اومد؟
بیا به اونا یه کلمه بگو میخوان بکشنت. اینا یه قسمت صلح‌آمیز از تو این آخوند رو در بیار، بیا بزا جلو من. آقا تو خود اسلام آقایون مسلمون بهتون بر نخوره، اسلام اصلا صلح‌آمیز نیست. حضرت محمد با کدوم صلحی ما دیدیم؟ حضرت محمد کجاش صلح بود؟ میشه یه قسمت رو بگی؟ خودش شمشیر گرفت دستش رفت سر ملت برید. حضرت علی خودش میرفت جنگ، خودشون با خودشون میجنگیدن. حضرت محمد فوت نکرده، خودشون با خودشون جنگیدند. اسلام کمپلت نمیفهمه صلح چیه. آقا اینو باید قبول کنیم. اون دوره حالا باید اونطوری بوده، آره، ولی اون دوره تموم شد. الان دوره تمدن ایرانیم. الان 1400 سال پیش، بله اون موقع عربه نمیفهمید، باید با شمشیر حالش میکردن، ولی الان دیگه ما عرب نیستیم، ما ایرانی هستیم. الان عربش هم میفهمه، الان عربش هم دیگه فهمیده شده، چون 1400 سال گذشته. بله از زحمات حضرت محمد بوده، ولی الان دیگه تموم شد، اون دوره گذشت. میفهمید؟ نمیفهمید. من نمیفهمم. اینا یه تیکه صلح‌آمیز. آقا این اصلا اون عربستان با شمشیر سر میبره، این میکشه بالا، ملت هم میشن نگاه میکنن، کف میزنن، بچه‌هاشون هم برن. تو یه تیکه صلح‌آمیز اینجا بگو دیگه واسه من تعریف کن. اصلا اینا نمیفهمن صلح چیه. فقط باید بکشی، فقط باید بکشی، سر بچه‌شو میبره میگه غیرت. میبینی اینا اصلا کلن مغزشون تعطیله. بعد صلح آخوند، صلح اصلا اسلام، صلح اسلام هیچ چیزی به نام صلح نمیشناسه. هر وقت فکر کردی اسلام میفهمه صلح چیه، بیا شروع کن فحش دادن به حضرت محمد، ببینم چه بلایی به سرت میارن. تیکه تیکت میکنن، هر وقت متمدن شدن ولت میکنن میرن، میگن بذار یه دیوونه است داره هزیون میگه. اینجا میتونه بفهمی مسلمون متمدن شده یا نشده. مسلمون متمدن کسی فوشو کشید به هر دیوانه شده، ولی اینا هارند، اینا هار وارد شدن و هار همینجا این هاریه منتقل شده رسیده به اینجا. بیا دیگه دارن آدم میکشن، دست طرف رو قطع میکنن. اون آقا پسر درویش شد که زدن به چه بلایی به سرش آوردن، از بین رفت. سال 98 چند نفر رو کشتن؟ آقا یه سر برو سراوان، یه سر برو سراوان ببین چطوری داره میکشه. آیا یکی از این مسئولین پا شد رفت اونجا؟ یکی از این مسئولین پا شد رفت؟ حسن پا شد بره اونجا؟ جهانگیری 4200 اومده رفته واسه همون شمال. شمال میری چیکار؟ بلند شو برو شرق، بلند شو برو شرق، بگو من اومدم مشکل شما رو حل کنم. واسه چی نمیری اگه اونجا مملکت توه؟ بلند شو برو اونجا مشکل حل کن، با تفنگ مشکل حل نکن. اینا فقط تفنگ میفهمن، تموم. آقا مردی بلند شو بیو تو خیابون بگو گرسنمه، میگیرن میکشنت، میبرن 100 تا چیز بهت میبندن. جمهوری اسلامی صلح، انا خودم رو قورت میدم. کلن نمیفهمه چیه، اصلا نمیفهمه. قیمت مصالح ساختمانی در 3 سال گذشته 10 برابر شده. آقا در 3 سال گذشته دلارش 10 برابر نشده. من نمیفهمم چرا قیمت مصالح ساختمانی باید 10 برابر شد. مملکت صاحب نداره؟ چرا قیمت مصالح خودشون اعلام کرد؟ آقا چرا قیمت مصالح ساختمان رو باید 10 برابر باشه؟ یکی به توضیح بده. از 3 سال پیش تا حالا چرا باید یه دلار رو شما حساب بکنید؟ اینا باید خیلیش داخل داره تولید میشه. یه چیزی که داخل تولید میشه چرا باید یه اتفاق بیفته؟ شما تو کل مثلا چین وقتی قیمتش دلارش میره بالا که دیگه جنسش گرون نمیشه. تو اروپا وقتی قیمت دلارش میره بالا که دیگه ماشینش گرون نمیشه. اصلا عروسیشه. اروپایی عروسیشه که قیمت دلار بره بالا تو کشورش، چون بنزشو ارزونتر میتونه بفروشه به ملت. چون قیمتش به یورو دلار بره بالا، پس یورو میاد پایین، بنز ارزونتر در میاد، مشتریش بیشتره. ترامپ داشت خودشو قورت میداد، یادتونه چین پولش اومده بود پایین، ترامپ داشت خودشو قورت میداد. این یه فرصت تو هر کشور، حالا ما از اونوری فرصتش میکنیم. دلارمون اگه یه ذره رفت بالا بقیه چیزا 3 برابر میره بالا. من نفهم دلار الان اگه بگیریش اون موقع 4 تومن، الان مثلا فرض کن 6 برابر شده، حالا یه ذره بیشتر 6-7 برابر شده. چرا این باید بشه؟ نهایتا به چیزایی که تولید داخله چه میدونم خیلی بی‌انصافی با 2 برابر 3 برابر، آقا 4 برابر دیگه واسه چی بیشتر تونتر میدوه؟ این ماشینات، این ماشینای داخلی. خب بریم قسمت جوک روز.
جناب آقای خامنه‌ای من نمیدونم واسهش جوک در آوردن، نمیدونم آقای واقعا اینطوریه، من نمیدونم، اگه جوکه نمیدونم، ولی نوشته بود دیگه. حالا جالبه یه ذره بهش بخندیم دیگه، این به در خنده که میخوره که این همه این ما رو به ما خندید، بذار ما شب یه 10 دقیقه به این بخندیم روحمون شاد شه دیگه، کاری یک از دستمون بر نمیاد. که آقای خامنه‌ای فرمودن که گفتن که فرمودن، اصلا باورم نمیشه این احمق باشه، یعنی پیر شده خر شده همینه دیگه، میگن طرف پیر شد خر شده، دقیقا همینه. آقا تو دیگه دیوانه شدی فور به ته مگذر جاد، ببخشید نمیدونم، امیدوارم این نگفته باشه، من فکر کنم نگفته، یعنی خیلی بعید این حرفو این زده باشه، این باید خیلی احمق باشه بدین حرفو بزنه. بوسیدن عکس امام خمینی توسط زنان نامحرم اگر به قصد لذت نباشد اشکال ندارد. این خیلی تحلیل داره، من نفهمم زن نامحرم براد پیت مرده بیاد عکس خمینی لذت مادی ببره باش، آه چه لذت مادی میشه با عکس خمینی برد؟ اون زنی که میخواد لذت مادی با عکس خمینی ببره بیاد سر خیابون، کلی مرد هست مثل لذت مادی، پولش هم میدن کلان کلان با یه عکس، عکس یه پیرمرد که نگاش میکنی وحشت میکنی، بعد چه میدونه خب آقا زندهش هست، خب بیان برن با اون علم الهدا لذت مادی ببرن، اگه عکس کریه میخوای علم الهدا عکسش هست، خیلی کریه تر از خمینیه، خیلی هم میشه باش لذت مادی ببرید. خودت هم هستی، این همه آخون عکستون رو جمع کنید خانوما، کنترل کنید خودتون رو، یعنی چی با عکس آقا میری لذت مادی میبرید اصلا؟ یعنی ببینید کار مردم به کجا کشیده که زنا پا میشن میرن با عکس خمینی، من میگم مثلا زن را ندید تو مرقد امام، جدی میگم اینا میرن اونجا لذت مادی میبرن، از کجا میفهمی نمیبرن؟ باور کن میبرن، خیلی ناجنسن اینا. خدا رو شکر من بیریختم کسی با من لذت مادی نمیبره. خلاصه دیوانه شده این مرد، دیوانه شده، آخه زن بخواد لذت مادی ببره از جنسی ببره با عکس، خب یه عکس اگه میخواد بیریخت باشه از این بیریختر هست، میخواد قشنگ باشه از این قشنگتر هم هست، اگه میخواد واقعا لذت ببره خب میره تو خیابون هست، پولش هم میدن دیگه، واسه چی بیاد هیچی آقا. یعنی فقط ببینید زن و بچه اینا چطوری لذت میبرن، این تیکش دیگه روشن شد. آقا ما که ندیدیم زنی با عکس خمینی که با عکس هیچ کی بشینه لذت جنسی ببره، اونم با یه همچی آدمی، مگه طرف عشقش باشه اونم زنده باشه؟ آقا آدم با مرده لذت جنسی میبره اونم عکسش؟ من نمیفهمم. اینی که یه مرد عکس کلوپاترا رو مثلا من چه، حالا مردم مریضن شاید این کار بگه، زنها باور کنیم مریض نیستن، نداریم زن، مگه زنها اینا باشن؟ البته مردایی هم که مریضن، مردا اینا نا، اینا که با دوچرخه تحریک میشن و طرف همینطور کلا تحریک میشه، اسم طرفو نگو تحریک میشن، من نمیدونم اسم زنشو نباید ببره، من نمیدونم چرا نباید ببره، امیدوارم بعدا بیا توضیح بده. دختر همینا هم که با این عکس امام میتونن تحریک شن، دختر کسی دیگه نمیتونه، قطعا نوادگان و دختران خود اخوندا قطعا با عکس تحریک دارن میشن. و تازه تحریک چی؟ قصد لذت هم هست، یعنی لذت هم میبرند. آقا به آخ به دختر خانومای آخونده، به زن و بچه آخونده عکس آخون نفروشید، میرن لذت میبرن باش، زشت این کارا. یه سر عکس حضرت محمد و امام حسین و حسن هم هست، اونا رو هم میبرن لذت میبرن، جمع کنید اونا تو جامعه، زشت آقا آدم با امام خودش بره لذت جنسی ببره، برید یه راه دیگه لذت جنسی ببرید، برید با خود آقا لذت جنسی ببرید، چرا با عکس یکی دیگه لذت جنسی میبری؟ برامون عکس خودش نگفته، آقا عکس خودت هم بگو، با عکس خودت هم نمیشه لذت جنسی برد. دیوانن اینا، اینا مریضند، ولی رو میکنن دست خودشونو، کلن رو میکنن دست خودشونو، کل خانواده هاشون، یعنی هر کیو شما الان دیگه تو تلویزیون دیدی بدون زن و بچهش با عکس آخون میتونه لذت جنسی ببره، از ظریف گرفته، از همتی گرفته، از تمام این رئیس جمهوراشون گرفته، همشون تمامشون اینا قابلیت لذت جنسی بردن از عکس آخوند مرده رو دارند. خودش گفت، من نگفتم. مثقال به غیر از این پیج هیچ پیج دیگه ای نداره. مراقب باشین کسی سرتون کلاه نذاره. شب همتون بخیر. کامنت ها رو باز کنم تا ببینم تموم شد یا نه. تموم شد بگید تا ببندمش.